خب دوستان نگاه کنید، کارهایی که میخوام انجام بدیم در مورد انرژی ریویو، ENPI ها و ENPI بحث تکنیکاله مدیریت انرژی خورده، یعنی بند 6.3، بند 6.4 و بند 6.5 استاندارد 5001. درست شد؟ حالا این توضیحاتی که اینجا دادم اون هم براتون توضیح بدم اون پایین، یعنی به توضیحات من هم گوش کنید کفایت میکنه. من به نظرم چون کارگاه دیگه تو حالت واقعی این دیگه در حد 7-8 ساعت نیست، ممکنه 200 ساعت باشه. تجهیزتون رو مثلا بنویسید، مثلا فرض کنید که آسیاب مواد، نوع انرژی مصرفی بفهمید، بله هم برق نمیشتم، مقدار مصرف سال گذشته چه میدونم 1800 و فلان، واحدش مگاوات در واقع کیلووات ساعت میشه، عددش خیلی بزرگه ولی سخت نگید چیه؟ انگلیسی فارسی نویسش کنید. ببخشید کیلووات ساعت بهتون میگم 18000 بزرگه، عدد همجوری زدم. کاربرد انرژی تولید یا فرایند، کار فرایندی دارید اینو راه میندازید، برق رو مصرف میکنید برای کار فرایندی، درست شد؟ ضریب تبدیل انرژی این چیه؟ حتی هم بچه ها میدونن. ما نگاه کنیم، ما برق داریم میسوزونیم، گاز داریم میسوزونیم، گازوئیل داریم میسوزونیم، بنزین داریم میسوزونیم، بخار آب داریم میسوزونیم، مثلا هوای فشرده داریم استفاده میکنیم. حالا من 100,000 متر مکعب هوای فشرده دارم میسوزونم، انقدرم دارم برق مصرف میکنم، خب کدومش گنده تره؟ ضریب به یه ضریب واحد باید تبدیل کنه. معمولا همه رو به کیلووات ساعت تبدیل میکنم، ایراد نداره هر چی دلتون خواهد، اصلا میتونید به بشک نفت خام تبدیل کنید همه رو هر چی دلتون خواهد، ولی معمولا کیلووات ساعت ملموستره یه خورده. ضریب تبدیل انرژیش به کیلووات ساعت، چون خودش کیلووات ساعت همون یک میشه دیگه، چون خودش واحدش کیلووات ساعت بود دیگه. پس همون عدد مثلا 18000 رو مثلا 395 همینجا می‌نویسم. کاربرد بارز و فعلا کاری نداشته باشین، یه دستگاه دیگه بگید، یه تجهیز دیگه، آسیاب سیمان، یه تجهیز دیگه بگید که برق نسوزونه، یه چیز دیگه باشه، کوره، یه چیز دیگه هم بگید کم برق، کمپرسور خونه، برقه خورده، حتی کوره هم، آره همینو میخواستم بگم، کوره هم برقه هم، آره بذار هم کمپرسور هم می‌نویسم، کمپرسور چی؟ کجا؟ کمپرسور خانه. خب چی؟ در این دیگه بقیه خودتون برسیم، من دو سه تا برسیم. خب آره آسیاب سیمان برق میسوزونه، کوره هم برق داره هم گاز داره، کمپرسور که برق، هوای فشرده هم داره. کجا؟ کوره. آه راست میگی، کوره بیشتر تو کل خطه اون هوای فشرده، هوای فشرده. حالا مقادیرش رو اینجا می‌نویسید، مقادیرش هم فرضی نوشتید برای کارگاه ایرادی نداره، واحدش هم اینجا می‌نویسید، کاربردش همشون این چیزایی که من الان نوشتم فرآیندی، همشون فرآیندی، یعنی فرآیند تولید، یعنی انرژی یوز اگه یادتون باشه. خب ضریب تبدیلش هم اینجا می‌نویسید، برق همون یکه، هوای فشرده دارید خودتون ضریب تبدیل رو، من بذار تو گروه می‌ذارم، من ضریب تبدیل رو جدولی، این ضریب تبدیل داره، تهش همه رو به کیلووات ساعت در میاریم. اوکی، حالا چیزی که هست اینه، من باید در بیارم تهش، مثلا فرض بذار یه خودرو یا خودروها، مثلا بنزین میسوزونن، بعضی از خودروهای ما گازوئیل هم میسوزونن، مثلا لیفترا که من اینجا ببینیم، اینجا هم در واقع همینو پر میکنید، منتهی کاربردشون میشه حمل و نقل، قبول دارید دیگه؟ مثلا بذار یه مهمان سرا و واحدهای اداری رو، اینا رو میخوام با هم ببینم، اینا چی؟ برق دارن، گاز دارن، همین دیگه، درسته؟ اینا مصارفش چیه؟ یا روشناییه، یا گرمایشه، یا سرمایشه، یا تهویه، یکی از این هست دیگه معمولا. حالا
اعدادش رو باید داشته باشیم دیگه. واقعا میشه اینا مثلا با یه لفظ رفاهی کلا با یه لفظ چی؟ رفاه. نه رفاه یه ذره روشن نیست. وقتی ما میگیم سرمایش یوز یا کاربرد شفافه. خب حالا نکته اینه، نگاه کنید برق، من گازشو حذف کنم اینجا بردارم، برق ممکن برای روشنایی باشه، برای گرمایش ممکن نباشه، ممکن برای سرمایش باشه. بعد برای هر کدوم بنویسید چه مصارفی یا چه کاربردی داره براش اتفاق میفته. تهش یه 10 15 تا عدد توی این ستون گیر ما میاد. حالا ما فرض میکنیم دیتا داریم، من میگم کارگاه، ولی مفهوم درستش اینا بعد اینجوری پیش بریم. درست شد؟ آره. من این ستون آخر رو با عزتون حذف میکنم، میام اینجا، شما میتونی بعدا توی چی بکشید. کاربورد ها همین ها رو میتونی کپی کنید بیارید اینجا. منتها کل تولید و فرایند با هم، درست شد؟ مقدار که به کیلووات ساعت قراره بنویسیم، یعنی جمع کل تولید، جمع کل حمل و نقل، جمع کل روشنایی، جمع کل سرمایش، و اینجا هم SEU. آیا SEU هست یا نه؟ مثلا ممکنه دو تا یا سه تا اینا رو به عنوان SEU significant energy use در نظر بگیرید. این از این تیکه اول کارگاه. بعد اینجا میام چند تا شاخص تعریف می‌کنم، میتونه مستقل از کارگاه بالا باشه، میتونه از اونا هم استفاده کنید. چند تا شاخص EMPI محاسبه کنید، در واقع پیشنهاد کنید. نحوه محاسبه شو، فرمولش، یعنی چی تقسیم برای چی به علاوه چی، متغیرهای مؤثر رو در واقع بنویسید، و ENB یعنی مقدار در واقع مجازش رو اینجا بنویسید. پس مقدار مجازم جا حدسیه تو کارگاه، تو کارگاه حدسیه. این از این. این کارگاه اگه موافق باشید یه نیم ساعتی روش کار بکنیم، شاید بشه گفت که کارگاهی مهمه در واقع کلاسه، که میتونید همه در قالب، چون تعدادمون هم کمه، در قالب یه گروه هم بنویسید، کنار هم جمع شید، تو خواستین میزا رو به هم بچسبونید، از نظر من محدودیتی نداره. تهش یه دیتا در بیاریم هم عالی. اوکی آره، تو هم جدول، تو هم جدول مثلا ممکن بگی راندمانه کوره، همون حرفی که زدی. چجوری محاسبه میکنم؟ این عدد تقسیم بر این عدد، متغیرهای مؤثرش چیه؟ میزان تولید فلان فلان فلان. یه 7 8 10 تا شاخص بدید با هم بنویسید. به نظر من 5 نفر این خیلی پیچیده نکنید. محاسبه میشه تولید کوره، تولید کیمیکه تقسیم بر ساعت کار کرد. حالا هر فرمولی این عدد تقسیم بر حالا این راندمان انرژی دارم حرف میزنم، اما راندمان خود کوره از نظر این که نامینال انقدر تونه، انقدر من دارم باش تولید میکنم، مد نظر نیست، راندمان انرژیشه. مثلا شما میتونید اینجا بگید که میزان مصرف انرژی به ازای یک واحد یا یک تن مثلا کلینکر، منظور اینه، از دید انرژی باید ببینید، نه راندمان بهره‌وری منظور نیست. هرچی میتونه باشه، میتونه برای کوره یک جدا باشه، کوره دو جدا باشه، هر کدوم یه شاخص ها، یه EMPI جداه، EMPI جدا هستش. آقا در قالب کارگاه بنویسه، آخر سر بررسی میکنه، عجله نکنه. الان ساعت 11 و ربه، تا ساعت 11 و 45 پیش میریم، من اینجا هستم در خدمت هستم.
بسم نیاز داری؟ من فایل روی لپتاپ روی گروه فرستادم میگه. ندارید؟ من گفتم برام که اونجا راحت‌تر بشه. بزن بیارم مثلاش. چون اینجوری گفتم شاید براتون سخت‌تر باشه اتفاقا چون دو صفحه است. دیدم. من کارگاهی که میبینید برای یه دوره سرمومیزی طراحی کرده بودم که بخش هایشو داریم تو اینجا، چون دوره سرمومیزی 5 روز از 5 تا 8 ساعت هم هست، بنابراین یه بخشی از دوره سرمومیزی رو هم دارم به شما میگم که مثلا برای شرکت ملی گاز برگزار کرده بودم سال گذشته آبان ماه اینا بودش، البته آنلاین بودش دورش. خب اینو میخواسته دیگه، درسته؟ بفهم. فایل رو این مورد در کشور شما قابل دسترسی نیست؟ برای شما دسترسی؟ آره. بعد میذارم نصبش میشه مایکروسافت آفیس ادیت چه. این فایل وردی که من فرستادم این قابل دسترسی نیست؟ بزن دوباره بفرستم ولش کن. جالبه من خودم تو گروه دیدم نبود. فقط ریسک اومده. پس نفرستادم. شما گفته بودین فرستادی، منم دیگه خیال راحت. الان دوباره می‌فرستم. تو احبه مهندس خوش اومدید. یه جریمت میکنیم، یه سگاه باید برامو بزنیم. چی آموزش؟ مثلا این کانالی داشته باشید خودتون آموزش فایل بذارید. چرا من تلگرام زیاد خب برداری فیلترش، ولی توی اینستاگرام زیاد فعالم. یا میتونید توی یوتیوب بعضی از فیلم های من رو ببینید، اونجا فیلم ها رو میذارم. اونا اینستاگرام رمضانی داد سرخی من تو گروه هم میذارم. تلگرام هم داشتم یه دوره تا 3-4 هزار نفرم عضو داشتن دیگه، الان شده 1000 خورده این نفرم، الان کسی هم سر نمیزنه. جانم رمضانی دات سرخی امم مال منه، من تا بیشتر کار شخصی مثلا، البته اونم باز ها میتونی فالو بکنید، ولی مثلا کارای چیمو اونجا میذارم بیشتر. فایل ورد هنوز داره جون میکنه که بفرسته.
گذاشتم تو گروه. آدرس رو میفرمید دیگه، آدرس اینستاگرام دیگه. خب پس چی؟ دارم میذارم، داره اپلود میکنه، داره جون میکنه. جالب دورش هم پر شده ولی کار آخر رو انجام نمیده. مشاوره چقدر پست داری؟ آره آره، بعضی موقع همش هم مثلا چی نیست، مثلا پست های کاری، مثلا میام سیمان مثلا و عکسی چیزی میگیرم میذارم اونجا، یه وقت مطلب میذارم. خب ارسال شد، فکر کنم دو بارم ارسال شده. اینستاگرام که نمیشه فرستاد که. آره آدرس اینستاگرام گفتم، مثلا لینک بخواه بزنید راحت باشید. ENPI خب هر جوری دلتون بخواد، شما میتونید اول یه ENPI خط شما رو یک داشته باشید، بستگی به خودتون داره. میگم هزاران ENPI میشه تعریف کرد، یه ENPI میتونه کمپرسور فلان باشه. من اگه مهمه براتون مثلا تفکیک تجهیزات انرژی برمونو این واسه پرتون تجهیز رو داریم، مثلا موتور سنگ شکن اون یه شاخصه نسبت به در واقع تولید. توصیه من میدونی برای شما چیه؟ اون جدول بالایی رو که پر کردید SEU ها رو تیک زدید، پیشنهاد من برای شما اینه هر چی که میخوای شاخص تعریف کنید به SEU ربط داشته باشه. همه اینا SEU خب نه میدونم، شما تو حالت واقعی کارخونه رو دارید میگید، من منطق کارگاه رو دارم عرض میکنم. SEO در اومد مثلا میگه آقا پروسسینگه دیگه، نه شاخص میذاری بر مهمون سرا مثلا میگم آقا اگه بذاری بر مهمون سرا ایرادی نداره، ولی خب چیزای مهم از دستتون در میره.